دوستان همیهنان گرامی، برای سومین هفته پیاپی با آقای ایرج مصداقی میپردازم. این بار فقط به ایشون میپردازم. اگر ویدیوی هفته پیش رو، ویدیوی نفوذ رو دیده باشین، اگر ندیدین توصیه میکنم که حتما ببینینش، ارزش دیدن رو داره. در اون ویدیوی نفوذ برنامه با صحبتی در ارتباط با آقای مصداقی شروع شد و اونجا مسلسل استدلال رو برداشتم و خشابش رو پر کردم از استدلال هایی که مسلسلوار به سمت ایشون شلیک شد تا اثبات بشه که این آدم ایران ستیز هست، از جنس مجاهدین یا بهتر بگیم مزاحمین خلق هست، میتونه با مسعود یا مریم رجوی مشکل شخصی داشته باشه ایشون، اما مسائلی هست که با جان به در، با شیر به جان شود و با جان به در شود. این خیانت پیشگی که ایران ستیز بودن یک ایرانی عین خیانت پیشگی هست، جز به این مسائل. آدم میتونه مرتکب قتل بشه، قاتل باشه. در کشورهای متمدن 15 سال حبسش میکنن، میگن که ذاتن که قاتل نیست، بعد 15 سال میتونه اصلاح شده باشه. اگر روانپزشکا تایید بکنن که این آدم دیگه خطرناک نیست برای جامعه، آزادش میکنن. دزدی اینطوره، یه سنواتی بهش حبس میدن بعد میاد بیرون، اما تجربه نشون میده که خیانت پیشگی از این مقولات نیست. کسی که یک بار خیانت پیشگیش رو نشون داد، کسی که عضو مجاهدین خلق میشه، در دهه 60 به این جرم زندان میفته و بعد از کشتار 68، خودشون هم که میگه از توابین نبوده، ما هم ازش میپذیریم که تواب نبوده، میاد بیرون بعد از دیدن همه اون خیانت هایی که مجاهدین به ایران و ایرانی کردن، رفتن کنار صدام دیگه، توبه نمی کنه از مجاهد بودنش. حالا از چه زمانی مشکل شخصی پیدا کرده با این فرقه، با سران فرقه رجوی، مسئله خودشونه، اما این آدم خیانت پیشه بوده چون از مجاهدین بوده. اینا درست بشو نیستن و نمونه بارزش همین آقای مصداقیه که از فرقه رجوی هم که آمده بیرون، اما از همون جنس هست، از همون جنس هست و از همون نوع ایران ستیزی میکنه. ایشون دشمن جمهوری اسلامی نیست، ایشون دشمن
ملت ایران و کشور ایرانه، نه نظام حاکم بر ایران الزاماً. دشمن نظام هم هست، اما فراتر از اون دشمن کل ایرانه، دشمن همه ایرانیانه. آری، این تفنگ رو، خشابش رو پر از استدلال کردم و به سوی ایشون مسلسلوار استدلال ها رو شلیک کردم. از اونجایی که گفت به پیشونی کسی که از خاک میهنش در برابر متجاوز خارجی دفاع بکنه لکه ننگ هست، شروع شد این شلیک استدلال و ادامه پیدا کرد با حرفهای ایشون در مورد مازیار ابراهیمی، بعد در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، در مورد سعید اسلامی یا امامی و در مورد فریبا عادل‌خواه، جاسوس فرانسوی، ایرانی فرانسوی، و در مورد جاسوسان محیط زیستی مفصل صحبت شد. ظاهرا این موضوع آقای مصداقی را بسیار خوش آمده است. ایشون دیدن که این شلیک های استدلال های مسلسلوار فقط شامل استدلال شده و دلشون خواست که ما به این موضوع خیانت پیشه بودن ایشون علاوه بر استدلال با سند هم بپردازیم و غیر از اینکه مستدل ثابت میکنیم، یعنی ثابت کردیم که ایشون خیانت پیشه است و ایران ستیز هست و اهریمنی هست، مستند هم به این موضوع بپردازیم. بنابراین اومدن بلافاصله بعد از اون برنامه در ویدیوی بعدیشون که بیرون دادن در مورد جاسوسان استرالیایی صحبت کردن تا من این ویدیو رو مستند بسازم، سندی برای اثبات خیانت پیشه و ایران ستیز بودن ایشون، اهریمنی بودن ایشون. اما این بار از مسلسل استفاده نمی کنم، برای تنوع هم که شده این بار یه دونه تفنگ دلولور می دارم. کالیبرشون هم بالا میشه معمولا تفنگ های دلول، و توی یه لولش یک ضرب المثل رو میذارم، در دول دیگهش یک ضرب المثل دیگر رو میذارم. ضرب المثل اول آفتاب آمد دلیل آفتاب، ضرب المثل دوم شاه میبخشه شاغلی نمیبخشه، و شلیک میکنم به سمت ایشون. سند باشه برای خیانت پیشه بودنشون. آفتاب میآید دلیل آفتاب، آفتاب میآید دلیل اینکه شاه که سهله شاغلی هم ببخشه، این خیانت پیشه از ایران ستیزیش دست بر نمی داره و نمی بخشه. وزیر امور خارجه استرالیا هم بیاد جلوی دوربین جلوی خبرنگارا بگه که والا بلا هیچ موضوع باجگیری در کار نیست، مسئله اساسا سیاسی نیست، اینا مطابق قوانین جرم مرتکب شدن و بازداشت شدن. آقای ایرج مصداقی نمیپذیره. ملکه انگلیس هم که استرالیا مستعمره انگلیسه، ایشون هم بیاد بگه، ملکه الیزابت هم بیاد بگه، آقای مصداقی نمیبخشه. با شیر به جان شده ایران ستیزی برای آقای مصداقی و با جان به در خواهد شد. در ادامه ویدیو این سند رو به شکل موزیکال در اختیار شما میذارم تماشا بکنین و پیوست اون صحبت های آقای مصداقی رو خواهید شنید. در ادامه باز در خدمت شما خواهم بود و توضیح کوتاهی رو در مورد حرفای آقای مصداقی خواهم زد.
ببینید، تماشا بکنید، باز خواهم بود باهاتون. تا استرالیایی و انگلیسی و اینا رو گرفتن، میگن اینا کنار جاجرود در یه جایی کمپ کرده بودن و اینا رفتن گرفتن. این ما چه تکلیفی داریم در مقابل باچقایی ها؟ چیکار ما میتونیم بکنیم؟ چجوری میتونیم جلوی این بر اون چیزی که محسن رضایی گفته بود بلاحتش بود در طور با جنگ میگفت ما هزار نم چقدر روز اول میکشیم، برای هر کدوم یه میلیارد میگیریم. این باشه این دیوانه روانی مثل محسن رضایی فکر کنید این بعد جنگ و این اداره میکرده ببینید چه بر سر جوانان مملکت بگرده. ولی خب ببینید سیاستی که رژیم دنبال میکنه، این سیاست، سیاست در واقع باجگیریه، گروگانگیریه. اشکالش هم برمیگرده به امریکایی‌ها، اشکالش برمیگرده به رژیم، به عضو خواهم به اروپایی ها، اشکالش برمیگرده به اوباما، اشکالش برمیگرده به جورج بوش پدر، رونالد ریگان، اشکالش برمیگرده به همه اون کسانی که تو 40 سال گذشته به این رژیم باج دادن. ببینید خب شما بچه یه بار گریه کنه، شما اون چیزی که میخواد دستش بدید یاد میگیره، دفعه دیگه هم گریه میکنه به همون میگیره. این همه روانشناسا میگن آقا به بچه قنداقی میگن آقا گریه چیزی نده، برای اینکه یاد میگیره دفعه دیگه هم میگیره. فکر کنید یه رژیم قرون وسطایی بیاد یاد بگیره چجوری میتونه باج بگیره. خب معلومه این از این راه وارد میشه. ببینید از گروگانگیری سفارت آمریکا بگیرید که در سال 58 اتفاق افتاده، باجایی که به اینا دادن، بعد گروگانگیری تو لبنان نگاه کنید، فرانسوی ها، انگلیسی ها، امریکایی ها باج دادن برای آزادی گروگان ها، هواپیما با اسلحه فرستادن ایران، کلت و کیک فرستادن، مکفارلین ایران اومد. یادتون هست؟ فکرشو بکنید یه آدمی مثل انیس نقاش جانی رو که پلیس فرانسوی رو کشته بود و آزادش کردن که گروگان های فرانسوی رو آزاد کنن. یادتون هست؟ وحید گرجی تحت عنوان مترجم سفارت تو بمبگذاری های پاریس شرکت داشت، ولش کردن، نگرفتنش که رژیم برای اینکه تو ایران سفارت فرانسه رو محاصره کرد. خب بیای جلوتر، انگلیسی ها ببینید چقدر به اینا باج دادن، امریکایی هایی که عرض کردم خدمتتون. وقتی هواپیمای لاکردی منفجر شد، سر پرونده رو گردوندن بردن تو لیبی، نقش رژیم رو منکر شدن. خب اینا پیام داره برای رژیم، پیام داره در ارتباط با تروریسم بین‌المللی، پیام داره در ارتباط با چی؟ گروگانگیری. خب بیایم جلوتر، شما نگاه کنید این سیاست همیشه ادامه داشته، فقط تو دهه 60 نبوده، تو دهه 70 فقط نبوده. شما دیدید دهه 80 چیکار کردن؟ کلوتیت رایس تو ایران گرفتن، اون خانم فرانسوی رو، یه در واقع یه دختر خانم جوان بود. چرا؟ با تروریست رژیم تاق زدن، با وکیلی راد، قاتل آقای بختیار.
خب شما نگاه کنید آلمانیا رو ببینید چجوری اون جرایتکار اون رو دارابی رو پسش دادن که حالا بره یه کتاب 900 صفحه یه سراسر جعل و دروغ بنویسن که اساساً رژیم در ترور نمیدونم کردها هم دست نداشته، توطئه آلمان و غرب و اینا بوده که رژیم رو محکوم کنن یا این جیانی جنایتکار رو در واقع محکومش کنن ناعادلانه به بزنش زندان. یعنی این رژیم رو باید اینا رو باید توجه بهش بکنن، اینا رو باید توجه بهش بکنن، اینا رو باید توجه بهش بکنن. خب و شما ببینید اوباما اومد گروگانهای در واقع هم زندانیهای که قوانین رو واقعا دور زده بودن، قوانین رو زیر پا گذاشته بودن، همه رو آزاد کرد، یه میلیارد و 700 میلیون دلار هم پول گذاشت به پلت پیدا داد چیه؟ چهار تا گروگان آمریکایی رو آزاد کنن. یه میلیارد و 700 میلیون دلار هم پول گذاشت به پلت پیدا داد چیه؟ چهار تا گروگان آمریکایی رو آزاد کنن. چی گفتنش؟ 1,700,000,000 دلار هم پول گذاشت به پلت پیدا داد چیه؟ چهار تا گروگان آمریکایی رو آزاد کنن تو ایران که گرفته بودن. خب وقتی که شما همه خلافکاران رو در واقع مجرمین رژیم رو آزاد میکنی، هم پول کلون تو پلت میذاری به اینا، پول نقد جان، پول نقد که ردیابی هم نمیشه، بعد این پول همه جا میتونن خرجش کنن، به هر شکلی هم میتونن خرجش کنن، پول سیاهه، دیدی دست اینا جان، پول سیاهه، دیدی دست اینا جان، پول سیاهه، دیدی دست اینا. خب معلومه اینا دوباره یاد میگیرن. از روزی که آزاد کردن گروگانهای آمریکایی رو یا زندانیان آمریکایی رو در ایران یا غربی رو در ایران، از روزی که اونها رو آزاد کردن و پول رو گرفتن، فردا شروع کردن به دستگیری سری جدید تر. چی شده؟ فردا شروع کردن به دستگیری سری جدید تر. شما ببینید ده ها نفر تو ایران دستگیرن، از آمریکایی، از سوئدی، کانادایی، نمیدونم همه جور آدم رو دستگیر کردن. حالا از چینی، نمیدونم چینی آمریکایی، کره ای، حالا رسیده چی؟ به 3 نفر استرالیایی. حالا رسیده چی؟ به 3 نفر استرالیایی. نکته جالبش اینه یه انگلیسیه که در استرالیا تدریس میکرده سال گذشته دستگیر شده، 1 سال استرالیایی ها صداش هم در نمیاد. نتیجه گرفتن؟ نه، یه زوج استرالیایی رو 10 هفته پیش گرفتن. آخه چند بار بایستی امتحان کنی؟ چند بار بایستی این رو آزمایش کنی، تست کنی؟ دیدید این همه به جای این که سیاست قاطع در مقابل در واقع گروگانگیری رژیم اتخاذ کنن، سیاست استمالت، سیاست کنار اومدن. یادتون باشه من بارها و بارها هم گفتم هم نوشتم، من 13 سال پیش مقاله نوشتم اون موقع که تو همین استکهلم نعره‌های نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، همین به اصطلاح چپ ایران میزد و کمیته تشکیل میداد، گفتم آقا دروغه، اول از اون که جنگی نیست، اما جمهوری اسلامی هست. اینا رفتن چرخون درش کردن نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ، بکردن که ماهیت قضیه عوض میشه. ببینید اون موقع گفتم آقا تهدید جنگ نیست، تهدید سازش با رژیمه، کنار اومدن با رژیمه. دیدید با رژیم کنار اومدن سر برجام؟ دیدید هیچ موقع جنگ در چشم انداز نبود؟ ولی مگه درس میگیرن؟ ببینید اون موقع گفتم آقا تهدید جنگ نیست، تهدید سازش با رژیمه، کنار اومدن با رژیمه. دیدید با رژیم کنار اومدن سر برجام؟ دیدید هیچ موقع جنگ در چشم انداز نبود؟ خب دوستان من فکر میکنم که ویدیو گویا بود، نیاز به توضیح بیشتری نداره. من فقط چند نکته رو سریع اشاره میکنم و ویدیو رو میبدم که بیش از این سنگین نشه. از آزادی داراوی شروع کرد
آقای مصداقی، شما همش دم از دموکراسی سوئد میزنی. در این دموکراسی های اروپایی چیزی به نام حبس ابد نداریم. کسی که حبس ابد میگیره یعنی 10-15 سال در زندان میمونه و بعد آزاد میشه. حالا ایشون که تبعی خارجی هم بود، بعد خاک اروپا رو ترک میکرد. بعد از آزاد کردن زندانیانی که در آمریکا به جرم دور زدن تحریم ها زندانی بودن صحبت میکنه، نشون میده که ایشون موافق تحریم هاست. چنان در مورد این آدم ها صحبت میکنه که انگار قتل زنجیری انجام دادن. تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران رو اینا دور میزدن. قوانینی که زیر پا گذاشتن این بودن: آدم نکشتن، تحریم هایی رو که علیه ملت ایران اعمال می شده دور زدن. حالا ملت ایران اگر خوشحال بوده از این تحریم ها، خب آقای مصداقی با شماست. اما اگر ناراحت بودید از این تحریم ها، آقای مصداقی علیه شماست. مسئله روشنیه. بعد این رو پول می زنه به 1,700,000,000 دلار، پولی که در پلت آقای اوباما، انگار ارث پدریش آقای اوباما داده به ایران، انگار پول مالیات دهنده آمریکایی رو آقای اوباما داده به ملت ایران. آقای مصداقی، شما نمیدونین که اینا پولهای بلوکه شده ملت ایران بود که آمریکا سالیان سال بلوکه کرده بود، به عنوانی دزدیده بود از ملت ایران. تازه به این پولها باید بهره بانکی هم شامل میشد که بهره بانکیشو ندادن. ما هنوزم از آمریکا طلبکاریم. اون پولها باید با بهره بانکی به ایران داده میشد. کم دادن. پول ملت رو، پولی به ایران ندادن. پول ملت ایران رو پس دادن. فرق هست بین دادن با پس دادن. پول ملت ایران رو بدون بهره بانکیش پس دادن. هنوز بدهکارن به ملت ایران. شما اونوری هستین یا اینوری؟ شما اساساً خواهان منافع ملی ملت ایران هستین؟ از ملت ایران هستین به عنوان اپوزیسیون ایرانی؟ یا اونوری هستین چون خودتون رو فروختین، چون مزدورین؟ نکته سوم اینه که میگه همه جور آدمی رو بعد از اینکه این پولا رو گرفتن دستگیر کردن. حالا من نمیدونم از این حرف این استنباط رو بکنم که قبل از اون کسی رو دستگیر نمی کردن، قبل از اون جاسوسی دستگیر نمی شد. نمیدونم منظور آقای مصداقی چیه. اما میگه بعد از اینکه این پولا رو گرفتن، شروع کردن همه جور آدمی رو دستگیر کردن و دیگه اوجش این بود که این استرالیایی ها رو هم که خود وزیر امور خارجه استرالیا میگه که اینا مجرم بودن دستگیر شدن، موضوع باجگیری نیست، هیچ زمینه سیاسی نداره این دستگیری. آقای مصداقی، خودت میخوای با خودت مناظره بکنید؟ فوتبال میگن طرف این پاش به اون پاش شفا میندازه، نمیدونم. شما خودت علیه خودت استدلال میکنی آقای مصداقی. بعد میرسه به شعار نه به تحریم نه به جنگ. تحریم رو که توضیح دادم، ایشون یکی از ننگ های زندگیشه که موافق تحریم هاست و ایشون مشکل داره با شعار نه به جنگ. ایشون فقط خواهان تحریم شدن ملت ایران نیست، ایشون خواهان حمله نظامی به ایران هست و این کاملا منطبق هست با حرف هفته پیش از این که میگه اگر کسی علیه آمریکا، در صورتی که آمریکا خواست تجاوز نظامی بکنه به ایران، رفت از کشورش دفاع کرد و علیه متجاوز خارجی جنگید، لکه ننگ بر پیشونیش داره. اون حرف هفته قبلش بود و این هفته میگوید که با شعار نه به جنگ مشکل داره. موضوع کاملا روشنه. بعدم که دیدید میکنه و از امضا شدن برجام ناراحته. منم از امضا شدن برجام ناراحت شدم، چون ترکمنچای دوم میدونستمش. حق ایران بود غنی سازی،
و برجام زور بود بر ملت ایران. اون تا هر کس از منظر خود شود یار من. منم با برجام مخالف بودم چون حق ملت ایران تو برجام خورده می شد و عهدنامه ننگینی بود که این اصلاح طلبا امضا کردن، ظریف و روحانی مسئولش هست. اما آقای ایرج مصداقی از موضع دیگری از امضاش با امضا شدن برجام مشکل داره. اونم اینه که تحریم ها برداشته میشن. ایشون هم موافق جنگ، هم موافق تحریم هاست. همون جایی که میگه قوانین را دور زده بودند نشون میده که موافق تحریم هاست، همین جا که میگه چرا اوباما برجام رو امضا کرد نشون میده که موافق تحریم هاست، و همون جا که میگه اگر رفتین از وطنتون دفاع کردین لکه ننگ میخوره بر پیشونیتون موافق حمله نظامی به ایرانه، و همون جایی که با شعار نه به جنگ مشکل داره باز نشون میده که موافق حمله نظامی به ایرانه. ایشون از جنس مجاهدین خلق یا به عبارتی بهتر مزاحمین خلق، و خیانت از چیزهاییه که با شیر به جان شود و با جان به در شود. ایشون از ما نیست. کسی که اپوزیسیون مردمی میدونه خودش رو، چنین عناصری رو در جرگه اپوزیسیون به حساب بیاره کاری نکرده غیر از اینکه اپوزیسیون رو بدنام کرده. پاینده باشید تا ویدیوی بعدی. ای تکنگاه آخرین، ای گرم سر